به نام خدای یکتای بی همتا، برخی از سنت های خداوند متعال در جهان هستی تطبیقی مسببات بر اسباب است. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم می فرماید: و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون و ستردون الى عالم الغیب والشهادت فینبئکم بما کنتم تعملون. و بگو عمل کنید، پس به زودی الله و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید و به زودی به سوی الله که دانای پنهان و آشکار است بازگردانده می شوید، پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او، بر آل و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. اما بعد، براسته خداوند متعال برای جهان هستی سنت ها و قوانینی گذاشته که طبق آن حرکت این جهان تنظیم و ترتیب می شود. پس هیچگاه لاحق بر سابق پیشی نمی گیرد و سابق از لاحق پس نمی ماند. خداوند متعال می فرماید: لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النهار و کلون فی فلک یسبحون. نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی می گیرد و هر یک در مدار خودشان شناورند. و در آیت دیگری می فرماید: فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. پس هرگیز برای سنت و شیوه الله تغییر پیدا نمی کنی و هرگیز در طرز کار الله دگرگونی نمی یابی. خداوند متعال این سنت ها را ترازوی قرار داده که با آن قواعد زندگی سنجیده و تنظیم می شود و توسط آن آبادانی زمین تحقق می پذیرد و حفاظت از این سنت ها یکی از اهداف آفرینش است. چنانچه خداوند متعال می فرماید: هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. او شما را از زمین پدید آورد و شما را در آن به آباد کردنش گمارید. و در آیت دیگری می فرماید: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. بدون تردید هر ملتی که این سنت های الهی را درک کردند و طبق آن عمل نمودند به سیادت و ریاست جهان رسیدند و تقدم و پیشرفت کردند، اگرچه مسلمان نبودند، بلکه حتی اگرچه پیرو هیچ دینی نبودند. زیرا این سنت های الهی مربوط هیچ ملتی نیست و با هیچ مخلوقی اختصاص ندارد. و برخی از این سنت های جهانی خداوند تطبیق مسببات بر اسباب می باشد. پس خداوند متعال اسباب و مسببات را آفریده است و به ما دستور داده تا به اسباب تمسک نماییم. زیرا وقتی اسباب موجود بود نتایج متحقق می گردد. این قانون عام و مستحکم است. بر همه اجزای جهان هستی و در هر زمان و مکان تطبیق می شود. پس هر چیزی سبب ویژه دارد، طوری که آتش سبب سوزاندن، قتل سبب وفات، کشت و بذر سبب زراعت، خوردن سبب سیری، کوشش و تلاش سبب پیروزی، تکاسل و تنبلی سبب ناکامی می باشد. و اینچنین همانا تلاش در روی زمین و کار کردن فرض دینی و واجب وطنی می باشد. زیرا خداوند متعال می فرماید: ای کسی که او کسی است که زمین را برای شما رام گردانید، پس در گوشه و نواحی آن راه بروید و از روزی او بخورید و بازگشت همه بسوی اوست. و در آیت دیگری می فرماید، ترجمه: پس هنگامی که نماز پایان یافت برای کسب رزق و روزی در زمین پراکنده شوید و از فضل الله طلب کنید و الله را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. پس این است مفهوم سعی و تلاش و کار و آبادسازی زمین در دین اسلام. پس وقتی پسمان و ضعیف می شویم هیچ دلیلی برای توجیه این حالت خود نداریم. به هیچ ادعایی نمی توانیم حالت ضعف و پسمانی را به دین نسبت بدهیم، چون این چنین ادعاها تنبلی، تکاسل و تخلف از کاروان تمدن و تقدم می باشد. در واقع کسی که پیرامون سیرت و شمایل پیامبران و نیکوکاران تفکر نماید، در می یابد که آنها همیشه در همه امور زندگی با تمسک بر اسباب تلاش و اجتهاد می کردند. چنانچه دیده می شود که حضرت نوح علیه السلام نجاری می کرد و پس از دعوت زیاد قومش به سوی حق، خداوند از او خواست تا کشتی بسازد، طوری که خداوند متعال می فرماید: و اکنون به دیدگان ما و به وحی ما کشتی را بساز.
و در باره کسانی که ستم کردند با من سخن مگو که آنان غرق شدنی هستند. در حالی که خداوند متعال می توانست با قدرت خود او را بدون سبب یا کاری نجات بدهد، ولی الله جل جلاله به ما می آموزاند که چگونه به اسباب چنگ بزنیم. پس حضرت نوح علیه السلام امر پروردگار خود را اجابت کرد و به ساختن کشتی آغاز نمود و با وجود تمسخر قومش در ساختن آن تکاسل نکرد. خداوند می فرماید، ترجمه: آنوح کشتی را می ساخت و هرگاه گروهی از اشراف قومش بر او می گذشتند او را مسخره می کردند. آنوح می گفت: اگر ما را مسخره می کنید پس ما نیز شما را مسخره خواهیم کرد، همین گونه که شما مسخره می کنید. و به کارش ادامه داد. پس خداوند متعال پاداش کارش را داد و او و مؤمنین از قومش را از غرق شدن نجات داد. و حضرت داود علیه السلام آهنگر بود. خداوند متعال به او این شغل را آموزانید چون که فایده آن بر او و بر همه مردم می رسید. خداوند می فرماید، ترجمه: و براستی ما به داود از سوی خود فضیلت بزرگی دادیم. گفتیم: ای کوها و ای پرندگان، با او در تسبیح گفتن هم آوا شوید. و آهن را برای او نرم کردیم و به او دستور دادیم که زره های بلند و فراخ بسازد و در بافتن حلقه ها اندازه نگه دارد و کار شایسته انجام دهید، همانا من به آنچه انجام می دهید بینا هستم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: هیچ کسی غذای بهتر از دستمزد خود نخورده است. و همانا پیامبر خدا حضرت داود علیه السلام از دستمزد خود غذا می خورد. و در داستان حضرت یوسف علیه السلام دیده می شود که چنگ زدن به اسباب و پلان سنجی برای آینده بهتر بزرگترین سبب نجات شهرها و ملتها از گرسنگی کشندهی و خطرناکی واقعی بود، که چنانچه حضرت یوسف علیه السلام به اسباب تمسک نمود و برای آینده پلان درست و حساب شده وضع نمود تا بتواند شهرها و ملتها را از گرسنگی سخت نجات دهد که همه جهان را در هم کوبیده بود. پس توانست برای کشور خود تقدم، آسایش، حمایت و قدرت اقتصادی قوی بار بیاورد، طوری که دیگران از هر گوشه و کنار جهان برای به دست آوردن خیرات و منافع به مصر می آمدند. خداوند متعال این موضوع را در قرآن کریم از زبان حضرت یوسف علیه السلام چنین حکایت می کند. ترجمه: یوسف گفت: 7 سال پی در پی با جدیت زراعت کنید، پس آنچه را درو کردید جز اندکی که می خورید بقیه را در خوشه اش باقی بگذارید. سپس بعد از آن 7 سال سخت و قحطی می آید که آنچه را برای آن سالها ذخیره کرده اید می خورید، جز اندکی از آنچه که برای بذر ذخیره خواهید کرد. سپس بعد از آن 7 سال فرا می رسد که باران فراوان نصیب مردم می شود و در آن سال مردم افشردنی ها را می فشارند. و همینطور دیده می شود که حضرت مریم علیه السلام که روزیش از نزد خداوند متعال با فراوانی و گوارا می آمد، از این موضوع حضرت زکریا علیه السلام تعجب کرد و برایش گفت، چنانچه قرآن کریم از زبانش به ما حکایت می کند. ترجمه: هرگاه زکریا وارد محراب و عبادتگاه مریم می شد، نزد او غذا و رزقی می یافت. زکریا می گفت: ای مریم، این از کجا برای تو آمده است؟ مریم می گفت: این از جانب الله است که الله به هر کس بخواهد بیشمار روزی می دهد. و در موقف دیگری، علی رغم ناتوانی و سختی درد، خداوند به او دستور می دهد تا تنه درخت خرما را به طرف خود تکان بدهد تا رطب و خرمای تازه بر او فرو ریزد. و اگر خداوند متعال می خواست خرمای تازه بدون انجام کاری بر او فرو می ریزد، حتما چنین می کرد. ولیکن خداوند متعال به ما یاد می دهد تا چگونه از اسباب کار بگیریم و تلاش نماییم. خداوند متعال می فرماید: و هزی الیک بجذع نخلتی تساقط علیک رطبا جنیا. و این تنه درخت خرما را به طرف خود تکان بده که رطب تازه بر تو فرو می ریزد. خداوند شاعر خیر دهد چنین می فرماید: در هر امر بر خدا توکل کن و هیچ روزی از روی عاجزی دست از طلب بر مدار. آیا ندیده ای که خداوند به مریم گفت تنه درخت خرما را به سوی خود تکان بده تا رطب تازه‌ای بر تو فرو ریزد؟ اگر الله می خواست بدون تکان دادن بر او رطب فرو می ریخت، حتما چنین می کرد، ولی هر چیز سببی خاص دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفر هجرت مبارکش به ما بهترین نمونه تمسک بر اسباب را بیان نموده است،
چنانچه به امت خود می آموزند که طرح و پلان درست و ترتیب دقیق یکی از ضروریت های پیروزی و گذشتن از بحران ها است. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم دو کاروان سفر آماده کرد و برای خود یاری وفادار و امین برگزید. وقت و مکانی مناسب را برای خارج شدن و حرکت کردن تشخیص نمود. پس شب هنگام از خانه ابوبکر صدیق رضی الله عنه خارج شدند و برایشان راهنمای ماهری نیز برگزیدند، با این یقین که باید در این خصوص اهل کفایت و درایت مقدم کرده شود، گرچه افکار و دیدگاهش یا حتی عقاید و ایمانش مخالف بوده باشد. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم عامر ابن فحیره رضی الله عنه را موظف نبود تا به تعقیب آنها بیاید و آثار قدم و رفتار آنها را نابود کند، تا مبادا کفار قریش به اثر آنها بیایند و پیدایشان کند. در این کار به سبب تمسک نبود، در حالی که به یقین میدانست که خداوند متعال سلامتی او و یارش را تضمین نموده است، مگر اینکه او صلی الله علیه و سلم خواست با این امر به ما یاد بدهد که سنت خداوند در جهان هستی از ما میخواهد در نخست به اسباب و ابزار چنگ بزنیم و سپس امر ما را به خداوند متعال بسپاریم. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، گواهی میدهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی میدهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار خدایا بر او و بر همه آل و اصحاب او درود، رحمت، سلامتی و برکت نازل فرما. برادران مسلمان، یقینا چنگ زدن به اسباب هیچگاه مخالف و ضد توکل بر خداوند نمی باشد، زیرا کسی که حقیقت توکل را بداند تلاش بیشتر می کند تا به اسباب چنگ بزند. پس کسی که واقعا به الله توکل دارد به اسباب می گیرد، انرژی و توان خود را به کار می اندازد و سپس همه امور را به خداوندی که صاحب توفیق و فضیلت و یاری است برمی گرداند. خداوند می فرماید: ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. و درباره تطبیق عملی مفهوم توکل به الله پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: اگر شما به صورت درست به الله توکل کنید، حتما خداوند شما را روزی می دهد، چنانچه پرنده ای را روزی می دهد که در صبح با شکم گرسنه می رود و شامگاهان با شکم سیر برمی گردد. پس می دانیم که پرنده برای آینده اش نه غذای ذخیره می کند و نه آبی، مگر اینکه هیچگاه از سعی و تلاش و طلب روزی تکاسل و تنبلی نمی کند. چنانچه صبح را با شکمی گرسنه در سعی و تلاش پیدا کردن روزی آغاز می کند و در شب طوری برمی گردد که خداوند از فضل و احسان خود به او روزی داده است. پس در صبحگاهان می رود و در شب برمی گردد. این غریزه موافق حرکت زندگی است. اگرچه آنقدر غذا و آب داشته باشد که همه عمرش را کفایت کند، ولی باز هم هیچگاه از تلاش دست نمی کشد و تکاسل نمی کند، بلکه در سعی و تلاش ادامه می دهد و هر صبح برای طلب روزی خارج می شود. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم مفهوم واقعی اخذ به اسباب را در همه امور به یاران خود آموختانده و از توکلی که بزیان است و هیچ فایده ای ندارد منع نموده است. و مبالغه نکردیم اگر بگوییم ما گناهکار می شویم و به خود و فرزندان خود ستم می کنیم اگر به اسباب تقدم و ترقی و پیشرفت تمسک ننماییم، زیرا دین ما دین علم، ترقی و دین تمدن و زیبایی و دین مفید برای همه جهانیان است. چنانچه مردی به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای رسول خدا، آیا شترم را آزاد بگذارم و به الله توکل کنم یا پای آن را ببندم و توکل کنم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به او گفت: پای شترت را ببند و به الله توکل کن. پس بستن پای شتر سبب ضمانت بقای آن می شود، اما آزاد و رها گذاشتن آن باعث دزدی و مفقود شدن آن می گردد. بار خدایا ما را توفیق بده تا برای دین، ملت و سرزمین ما مفید واقع شویم. السلام علیکم و رحمت الله.